جای نامعلوم کوهستانی در امتداد مرز بین افغانستان و پاکستان. اولین ویدیوهای پیکارجویان گروه داعش که از دل طالبان پاکستانی و افغان سر بلند کردند. ملا عمر را دور می‌زنند و با ابوبکر بغدادی خلیفه خودخوانده داعش این گونه بیعت می‌کنند. در کنار شورشان طالبان و حکمتیار، حضور این پیکارجویان تندروتر روز به روز پررنگتر شدند. در اینجا هم زنگ خطر و صدا در آمدند. فرماندهان ناتو که در قالب مأموریت حمایت قاطع از افغان‌ها هستند، از سربازگیری داعش نگرانند. طالبان زیادی هستند که از ملا عمر ناراض شدند. آنها کجا می روند؟ این را یک فرصت می بینند تا شاید به منابع بیشتر دست یابند و این است که با داعش بیعت کردند. ما مانع گسترش بیشترش می شویم تا وضعیت مانند سوریه و عراق نشود. فکر می کنم تفاوت بنیادی زیادی وجود دارد. افغان ها به من گفتند که چنین نخواهد شد. ایدئولوژی ها فرق می کند. در واقع طالبان و داعش با یکدیگر درگیر جنگند. برای دولت افغانستان که سالها زیر فشار شورشان طالبان است، تهدید تازه خطر جدی است. مشاور امنیت ملی کشور همین چند هفته پیش در مجلس گفت که درست مانند القاعده، لشکر طیبه و گروه های شورشی داخلی، داعش یک خطر است. بخشی از بنیادگرایی پاکستان به رهبری حافظ سعید، ایده‌ای هم به رهبری عصمت معاویه و بخشی از افراد ناراضی طالبا، شبکه‌ها و قایای القاعده، گروه‌های سرگردان آسیای میانه‌ای و شبکه جدید داعش پیوستند. و اینا تلاش کردند که ابتدا برای خودشان قرارگاه‌ها، مراکز و سربازگیری کنند، بنان به یک تهدید می‌تانند در آینده نزدیک به افغانستان و منطقه تبدیل شوند. سه ماه است که دولت افغانستان برای مبارزه با داعش استراتژی تازه‌ای روی دست گرفته. اولین عملیات نظامی علیه داعش چیزی حدود 2.5 ماه پیش در ولایت جنوبی هلمند اجرا شد که در نتیجهش عبدالرؤوف خادم فرمانده این گروه در افغانستان کشته شد. اما استراتژی دولت افغانستان به نابودی داعش در کشور منجر نشده، بلکه در 6 ماه گذشته فعالیت گروه داعش گسترده تر هم شده. هارون نجفی زاده، بی بی سی، کابل.